دوستان خوبم، من بالاخره برگشتم با ویدیوی جدید. راستش از شما چه پنهون، اول کار قصد داشتم ویدیوی در مورد مکابی سردار بزرگ هخامنشی درست کنم، اما متوجه شدم که مطالب در این مورد خیلی جس و گریخته و پراکنده هستند و تاریخ‌ها با هم همخوانی ندارند. کمی که جلوتر رفتم متوجه شدم که این خاندان نسلی از بزرگان و سرداران هخامنشی هستند که هر کدام در زمان خود به دلیری، شجاعت و وفاداری به پادشاهان هخامنشی مشهور بودند و این مطالب پراکنده هر کدام مربوط به یکی از این سرداران هستند. تصمیم گرفتم داستان هر کدام از این بزرگان رو به طور خلاصه در این ویدیو براتون بگم. این شجره نامه ارتباط مکابیز یکم، زوپیر یکم، مکابیز دوم و زوپیر دوم رو نشون میده. و اما سرسلسله یا مکابیز یکم. نام ایرانی این سردار بقابخش است. مگابیز یا مکابیز یونانی شده این نام است که بیشتر نیز به کار می رود و به معنی کسی است که در پناه خداست. مگابیز یکی از دلیرترین و جنگجوترین سرداران هخامنشی و تاریخ ایران بود. او در سال 522 پیش از میلاد با کمک تعدادی از رؤسای 7 خاندان بزرگ پارسی با کشتن گئومات مغ که به عنوان بردیا فرزند کوروش بزرگ بر تخت نشسته بود، سلطنت را به داریوش بزرگ و خاندان هخامنشی بازگرداند. اگه یادتون باشه ماجرای گئومات مغ، بردیا و به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ رو در ویدیوی داریوش بزرگ هخامنشی مرور کردیم. در داستان‌ها اینطور آمده که وقتی آرتبان برادر داریوش از او پرسید چه چیزی را زیاد همچون دانه انار می‌خواهی، داریوش در پاسخ گفت مکابیز را. داشتن هزاران تن همچون او مرا از حکمرانی بر یونان خوشتر است. هرودوت در تاریخ خود آورده که داریوش پس از فرونشاندن شورش بابل همراه با قشون خود برای حمله به سکاهای اروپایی عازم شد. مکابیز او را در این لشکرکشی همراهی می کرد. داریوش یونانیان ساکن غرب آناتولی را واداشته بود تا ناوگانشان را به خدمت ارتش ایران درآورند. 30 کشتی قرار بود خود را به رود دانوب برسانند و در انتظار سپاه ایران و دستورهای فرمان روای هخامنشی بمانند. در آن زمان آمانتاس یکم مقدونی پادشاه دست نشانده داریوش بزرگ در یونان بود. پس از عبور سپاه ایران از تنگه بوسفور، شرق یونان امروزی، اهالی یونانی تبار که از هجوم سکاها به جان آمده بودند، همراه سپاه ایران شدند. مگابی سردار داریوش هخامنشی همه مقاومت‌هایی که بر سر راه بود را در هم کوبید. طبق محاسبه مورخان اروپایی 12 جولای 513 پیش از میلاد معادل 22 تیر ارتش ایران در حاشیه دانوب با سکاها و اقوام متحد آنها درگیر شدند. ایرانیان 80,000 نیروی سازمان یافته منظم داشتند و کشتی‌های یونانی کاملاً آنها را پشتیبانی می‌کردند. طولی نکشید که در نزدیکی رودخانه دانوب سپاه به هم ریخته سکاها با ارتش ایران درگیر شد. نبرد سختی در گرفت و ارتش ایران شکست سختی به سکاها وارد آورد و این شکست را می توان پایان هجوم سکاها به جنوب بالکان در دوره هخامنشی دانست. با این حال جنوب بالکان آرام باقی نماند و ایالت‌های یونانی نشین سر به شورش برداشتند و دردسرهای زیادی برای دولت هخامنشی به وجود آوردند. اما غلبه ایران بر یونان تا هجوم اسکندر مقدونی باقی بود. فرزند بقابخش یا مکابیز یکم، زوپیر یکم، سردار بزرگ پارسی و ساتراپ بابل بود. هرودوت میگوید در اوایل پادشاهی داریوش بزرگ شورشی در بابل در گرفت. بابلی ها از ترس محاصره شهر توسط داریوش بزرگ و قحطی و گرسنگی احتمالی تمام زنان شهر را جمع‌آوری و خفه کردند تا در مصرف خوراک صرفه‌جویی کنند. هر کس فقط اجازه داشت مادرش و یک زن دیگر را نگه دارد برای پختن نان. داریوش که از این موضوع مطلع شد به سرعت به سمت بابل شتافت. محاصره شهر 1 سال و 7 ماه طول کشید و داریوش کم کم ناامید شده بود. زوپیر چاره عجیب اندیشید و 2 گوش و بینی خود را برید و با حال نزار نزد بابلیان رفت.
و وانمود کرد که دچار قهر و غضب داریوش شده. به این ترتیب به آنها پناهنده شد و بعد در زمانی مناسب و هماهنگی با داریوش دروازه های شهر را باز کرد تا لشکریان پارسی وارد شوند. در نظر داریوش بزرگ کار هیچ فرد ایرانی بالاتر از فداکاری زوپیر نبوده است. میگویند داریوش در مورد او گفته زوپیر بی نقص و سالم را بر تصرف بابل ترجیح می دادم. داریوش ساتراپی بابل را با معافیت از پرداخت مالیات برای همه عمر به او بخشید. و اما بقابخش یا مگابیز دوم، فرزند زوپیر، شوهر خواهر اردشیر یکم، همسر آمیتیس دختر خشایارشا. او حدود سالهای 485 تا 440 پیش از میلاد به اردشیر یکم هخامنشی خدمت میکرد. یکی از حوادث دوران پادشاهی اردشیر یکم شورش مصر بود. ایناروس سردسته شورشیان کاخ سلطنتی را در مصر محاصره کرده بود و هخامنش برادر خشایارشا یا عموی اردشیر را به هلاکت رسانده بود. در این شورش یونانیان که تصمیم داشتند تا جایی که می توانند در تحقیر ایرانیان بکوشند، ایناروس را یاری کردند و 300 فروند کشتی جنگی برای کمک به او گسیل کردند. اردشیر به خونخواهی عموی خود هخامنش، مگابی سردار بزرگ خود را با سپاهی زبده به مصر فرستاد. مگابیز ایناروس را شکست داد و سراسر مصر را به زیر سلطه اردشیر درآورد. یونانیان به مدت یک سال و نیم در برابر ایرانیان پایداری کردند. سرانجام با درایت پارسیان و خشک کردن قسمتی از رود نیل که کشتی‌های یونانی در آن بود، کشتی‌ها به گل نشست و 200 کشتی و 4000 سرباز از دست رفت و سرانجام یونانیان از ایران شکست خوردند. سرکوب این شورش که با شکست یونان نیز همراه شد، حیثیت اردشیر و امپراتوری ایران را بسیار افزایش داد که بیشتر آن مدیون مگابیز بود. اما بعدها آمستریس ملکه مادر دستور داد اسیران مصری را اعدام کنند، با وجود اینکه مگابیز قول داده بود آنها را آزار ندهد. مگابیز که از این موضوع بسیار خشمگین شده بود سر به شورش گذاشت و به سوریه رفت. اردشیر یکم لشکرهایی برای سرکوب مگابیز فرستاد که از او شکست خوردند. در نهایت با وساطت آمیتیس همسر مگابیز آن دو با هم آشتی کردند. مگابیز بخشیده شد، مقامات قبلی را بازیافت و از او دلجویی شد. اما کمی بعد مگابیز که در شکارگاهی همراه شاه بود، با کشتن شیری که به شاه حمله کرده بود، دو مرتبه مورد غضب واقع شد. رسم سلطنتی این بود که اولین شکار را شاهنشاه باید بکند. برای همین او به نقطه دور افتاده در خلیج فارس تبعید شد. بعد از چندین سال با تظاهر به جزام و وساطت دوباره همسرش آمیتیس بخشیده شد و به شوش بازگشت. مگابیز دوم کمی بعد از آن در سن 76 سالگی درگذشت. آخرین فرد نامدار از این شجره نامه زوپیر یا زوپوروس دوم است. نتیجه مکابیز یکم که ترک وطن کرده بود در آتن اقامت داشت. این فرض که هرودوت با دانشمندانی آگاه از اوضاع و احوال ایران ارتباط داشته، ما را به سمت آشنایی هرودوت با زوپیر سوق می دهد. به احتمال قوی قسمتی از مندرجات تاریخ هرودوت را زوپیر در اختیار او گذاشته است. قرائن حاکی است که هرودوت و زوپیر چند ماه در آتن همزمان اقامت داشتند. سپاس از همراهی شما دوستان خوبم. شاد و پیروز باشید.